هم میزان پنیری که بهتون میده بیشتره، هم باعث میشه ماندگاری پنیرتون بالا بره و همین که باعث میشه بافت پنیرتون سفت بمونه، شل نشه. امروز میخوایم با هم دیگه به یه روش خیلی آسون پنیر خونگی درست بکنیم که از پنیرهای کارخونه‌ای و بازاری خیلی خیلی بهتره، چه از نظر قیمت، چه از نظر کیفیت و طعم. این پنیر به این روش ماندگاری بالایی هم داره که روش نگهداریش برای طولانی مدت رو در ادامه ویدیو بهتون میگم و در آخر ویدیو بهتون نشون میدم که از این روش چقدر پنیر به دست میاد. به نظرم که آموزش امروز رو به هیچ عمر از دستش ندین، به خصوص اگر خارج از ایرانم هستین. تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. برای تهیه پنیر حتما از شیر پرچرب استفاده کنین. هر چقدر که شیرتون پرچربتر باشه، هم میزان پنیری که بهتون میده بیشتره و مقرون به صرفه تره، همین که پنیر خوشمزه تری به دست میاد و بافت منسجم و بهتری پیدا میکنه. شیری که من اینجا دارم 4 کیلو شیر گاو هست که میتونید به صورت کیلویی از مغازه های لبنیاتی مناطق محلی یا از دامداری ها تهیه بکنید که بهترین نوع شیرم هست که برای پنیر خیلی عالیه. اگه که به این شیر دسترسی ندارین، در نهایت از شیر پاستوریزه پرچرب استفاده کنید. الان این قابلمه شیر رو من میذارمش روی شعله زیاد گاز تا زمانی که به جوش بیاد. قبل از اینکه شیرمون به جوش بیاد، هر از گاهی همش بزنید که هم روی شیر روی نبنده، همین که قند و کلسیم شیر خیلی به ته قابلمه تهنشین نشه. و بالاخره شیر به جوش اومد، زیر شعله گاز رو کم کم میکنم. بهتره که این شیر با حرارت خیلی کم حدودا 10 دقیقه آروم آروم بجوشه که آب اضافیش تبخیر بشه و شیر یکم غلیظ‌تر بشه و دلمه های بهتری از پنیر بهمون بده. چه شیر گاو باز باشه چه شیر پاستوریزه، بهتره که این 10 دقیقه رو حتما بذارید که بجوشه. بازم تو این 10 دقیقه هر از گاهی همش بزنید که شیرتون تهنشین نشه و یا روی نبنده. خب تا داره شیر پشت سر من میجوشه، بقیه مواد پنیرم بهتون میگم. برای 1 کیلو شیر 4 تا قاشق غذاخوری سرکه سفید لازم هست که برای این 4 کیلو شیری که من الان دارم تقریبا نصف پیمانه سرخالی سرکه سفید میزنم. برای این 4 کیلو شیر از نصف پیمانه تا 1 پیمانه میتونید ماست اضافه کنین. اضافه کردن ماست کاملا اختیاریه، میتونید اضافه نکنین، ولی اگر که به پنیرتون اضافه کنین، یعنی داخل مواد پنیرتون باشه، هم پنیرتون نرمتر میشه و هم خوشمزه تر. و نیاز داریم به 1 قاشق غذاخوری فعلا نمک، بازم به نمک احتیاج داریم، فعلا 1 قاشق میزنیم که پنیرمون مزه دار بشه. حالا بریم که اضافهش بکنیم به شیر در حال جوش. نمک اضافه میکنم، ماستم هم اضافه میکنم، یکمی همش میزنم تا این ماست توی شیر حل بشه و حالا سرکه‌ای که دارم رو اضافه میکنم و مجدد یکم هم میزنم. به محض اینکه سرکه رو اضافه کردم، ببینید شیر شروع کرد به دلمه بستن و داره از آبش جدا میشه. حالا 2-3 دقیقه هم میذارم به همین صورت روی شعله ملایم بمونه که هرچی دلمه هست تشکیل بشه و بعدم زیر شعله گاز خاموش میکنم و بقیه مراحل با هم دیگه پیش میریم. بعد از این 2-3 دقیقه چیزی که برای ما موند این دلمه ها هست و یه آب سبز رنگ. دیگه شعله گاز رو خاموش میکنم و میذارم یه 5-10 دقیقه بمونه که از جوش بیفته. برای آبکش کردن این دلمه ها نیاز داریم به یه قابلمه بزرگ و یه صافی که آب اضافی از زیر این خارج بشه. توی این صافی هم من یه پارچه نخی سفید گذاشتم. بهتره که از پارچه نخی استفاده کنید که تار و پود ریز داشته باشه که به این راحتی دلمه ها از بینش رد نشه. و اینجا هم کف یه ظرف رو من به این صورت برش دادم که پنیرم به صورت مستطیلی و قالبی شکل بگیره. میتونین از رینگ فلزی هم استفاده کنین، میتونین هم استفاده نکنین، این دیگه کاملا اختیاریه. حالا این دلمه ها رو آبکش میکنم.
این دلمه ها تا زمانی که گرم هست قابلیت شکل پذیری و منسجم شدن داره. سرد که بشه دیگه به این راحتی و منسجم نمیشه و شکل نمیگیره. پس به هیچ عنوان نذارید دلمه ها سرد بشه. لطفا اگه تا اینجای ویدیو رو هم دوست داشتین حتما لایکش بکنین. توی قسمت کامنت ها نظر بازخوردتون رو در مورد ویدیو بنویسین. اگرم چیزی به ذهنتون نمیرسه یه قلب قرمز یا یه گل بذارین و مرسی از حمایت تک تکتون. بعد یه پلاستیک روی این دلمه ها میذارم و با کمک گوشکوب شروع میکنم به فشار دادن دلمه ها تا کاملا منسجم و یک دست بشه. حالا پارچه رو میکشم روش. حالا روی پنیرتون یا یه بشقاب بذارید یا مثل من همون کفیه که برش دادین رو بذارین و یه وزنم حتما بعد روش بذارین که هم آب پنیر زودتر ازش خارج بشه، همین که بافت پنیر منسجمتر و سفت‌تر بشه. این که پنیر کی آماده میشه کاملا بستگی داره به حجم پنیرتون، ولی برای این 4 کیلو یه چیز حدود 1 ساعت تا 2 ساعت طول میکشه که هم آب پنیر خارج بشه هم پنیر منسجم بشه. فعلا بریم و برگردیم که شکل نهایی پنیر رو بهتون نشون بدم و در مورد نحوه نگهداریش بهتون بگم که خیلی خیلی مهمه. خب حالا یه آب نمک هم درست میکنم برای اینکه پنیرم کفک نزنه، خشک نشه. از همون آب سبز رنگی استفاده میکنم که از دلمه هاست. باید حتما این آب خنک شده باشه. نکته خیلی مهمیه، چون اگر که این آب داغ باشه پنیرتون بعداً نرم میشه و ممکنه داخل این آب حل بشه. پس بذارید کاملا سرد بشه. حالا یه قاشق غذاخوری هم بهش نمک میزنم. این نمک هم باعث تمدار شدن پنیرتون میشه، هم باعث میشه ماندگاری پنیرتون بالا بره و همین که باعث میشه بافت پنیرتون سفت بمونه، شل نشه. میتونید به جای این آب دلمه ها از آب جوشیده سرد استفاده کنید. به همین صورت بهش نمک بزنید و پنیر رو داخلش قرار بدید. ولی آب خود دلمه ها خیلی بهتره، چون هم ماندگاری پنیرتون به این روش بالا میره، هم که پنیرتون توی این آب خوشمزه تر میشه. خب بعد از 2 ساعت دیگه پنیرم رو از داخل این ظرف خارج میکنم و به شما هم نشون میدم. ببینید کاملا منسجم شده. به به، اینم از پنیر خوشمزم. خب شما میتونین هم این پنیر رو به صورت درسته توی این آب پنیر بذارین، همین که به تکه‌های کوچیک‌تر تقسیمش کنین، ولی این پنیر هم خیلی کوچیکش نکنین که شل بشه و وابره. مثلا این پنیر رو میتونید در نهایت به 2 یا 3 قسمت تقسیمش کنین، ولی من اینو به یه تکه کوچیک‌تر میبرمش که بافت داخلی پنیر رو به شما نشون بدم. به به، یکی 2 روز صبر بکنین این پنیر داخل این آب پنیر بمونه، مزه‌دار بشه و خوشمزه بشه و بعد آماده مصرفه. با رعایت کردن تمام این نکات پنیر شما حداقل 1 ماه و حداکثر 2 ماه ماندگاری داره و این پنیر کنار یه نون بربری داغ حسابی میچسبه. چه بهتر که این نون بربری هم خودتون درست بکنین. بهتون پیشنهاد میدم این ویدیو رو حتما ببینین و نون بربری رو خیلی راحت و بدون وسیله و بدون تنور درست بکنین. اگرم دوست دارید ویدیوهای بیشتر از من ببینین، روی این تصویر بزنین و مستقیما کانال خودتون رو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی آینده خدا نگهدار.